روشنی بخش گلستانم چو ابر نوبهار، صفای خاطر از اشک روانی یافتم، چشم بستم از جهان کرد فرد استغنای تام، در دل بی آرزوی خود جهانی یافتم، ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم، آن جهان را بی کرام در بی کرامی یافتم، ساغرم آینگی کرد و جهانی یافتم، آن جهان را بی کرام در بی. چقدر از روز 30 خرداد 1360 میدونید؟ تظاهراتی که در این روز برپا شد چه ضرورتی داشت؟ آیا 30 خرداد تأثیری بر جامعه ایران داشته؟ امروز در خدمت مهمان رادیو ایراوا آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هستم تا به 30 خرداد 60 برگردیم و مروری داشته باشیم بر وقایع اون روز. سلام میکنم خدمتتون آقای حبیبی گرامی، خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و تشکر میکنم از اینکه برای گفتگوی امروز با ما وقت باز کردید. آقای حبیبی خواهش میکنم. منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون و در خدمتتون هستم. ممنونم از اینکه به من این فرصت رو دادید که در خدمتتون باشم. خواهش میکنم آقای حبیبی، بحث امروز ما درباره 30 خرداد سال 60 هست 1360 و تأثیراتی که اون روز تا به امروز در جامعه ایران داشته. خیلی میشنویم از این که میگن 30 خرداد پاسخ به یک ضرورت بوده. میخواستم با من اولین سوال ازتون بپرسم که پاسخ به کدام ضرورت؟ ببینید، وقتی که میگن کیا میگن؟ فقط سازمان مجاهدین میگه ضرورت، ما و شورای ملی مقاومت، نیروهای دیگه من نشیدم کسی بگه که یک ضرورت بوده. از اینجا هم میشه فهمید اونایی که به ضرور بودن این مقطع، روز 30 خرداد یک مقطع پایان یک دوره و شروع یک دوره دیگه است. فقط سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت میگن یک ضرورت بود که از این دوره بگذریم و وارد دوره جدیدی بشیم. بقیه نیروهای سیاسی هیچ کدوم اینو نگفتن تا جایی که من میدونم. از همینجا هم میشه فهمید اونایی که نگفتن که این یک ضرورت بود حذف شدن از صحنه سیاسی. شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین مون تو صحنه سیاسی، تاثیرگذاره، اصلی ترین نیروی تاثیرگذاره، آلترناتیو هستش. روز به روز هم این آلترناتیو بودنش در خارج از خودش هم بیشتر به رسمیت شناخته میشه، مثلا چند روز پیش توی کنگره آمریکا. پس ضرورت یعنی این، اونایی که به این ضرورت معتقد نبودند حذف شدند. پس ضرورت موندن در صحنه سیاسی باور به این تغییر در این روز مشخص بود، تغییر دوران. امیدوارم روشن بوده پاسخ. بله خب صحبتتون منطقی است و درست است، ولی پایان کدام دوران بود؟ شما فاز سیاسی تا 30 خرداد رو میتونید برامون البته به طور خلاصه شرح بدین؟ بله ببینید، برای اینکه باز اینم بتونم بهتر براتون توضیح بدم برمیگردم یه خود عقب‌تر. ما یه دوران دیگه هم داشتیم که یه آغاز داره یه پایان. ما کودتای 28 مرداد 1332 رو داریم که مصدق در اون روز سقوط میکنه. ما اینجا در پایان یک دورانی هستیم در حکومت پهلوی، دورانی که میشد مبارزه رفرمیستی کرد. تا اون روز، یعنی تا روز 28 مرداد 1332، اگر کسی دست به سلاح میبرد کار خلافی کرده بود، خارج از قانونمندی های مبارزاتی عمل کرده بود و حتما حذف میشد، کما اینکه بودن و شدن. نیروهای به اصطلاح مرتجع مذهبی دست به سلاح میبردن در اون دوران قبلش، ولی از اون روز به بعد، یعنی از 28 مرداد 32 تا 22 بهمن 1357، ما یک دوره ای داریم که تو این دوره الزام مبارزه مسلحانه بود، یعنی استراتژی مبارزه مسلحانه بود. این دوره آغاز و پایانش یک دوره تاریخیه که امروز ما چون ازش عبور کردیم خیلی خوب میبینیم. ما میبینیم تنها کسایی در این دوره موفق و مؤثر بودن که به این قانونمندی گردن گذاشتن، یعنی در حنیف نژاد، بیژن جزنی، احمدزاده ها، پویان و تمام کسانی که به این قانونمندی گردن گذاشتن، یعنی از فردای روز 28 مرداد گفتن آقا از حالا به بعد دیگه باید با شاه مسلحانه جنگید. ببینید این قانونمندی ها مستقل از اراده افراده. همین حنیف نژاد، همین محمد حنیف نژاد، همین چریک ها قبلش هم بودن، ولی قبلش حرف از مبارزه مسلحانه نمی زدن چون الزام اون دوران نبود. حالا تو 30 خرداد هم همینه. ببینید از 22 بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360 اگر کسی دست به سلاح می برد این کار به سلاح سکتاریستی کرده بود، کار زودرس کرده بود، مبارزه مسلحانه زودرس، یعنی اونجا دورانی بود که کسی نباید دست به سلاح می برد. حتی اگر که رژیم شلیک میکرد، میکش، چش در میبود که کرد، 62 نفر رو کشت،
در صحنه میز کتاب نشریه فروشی 62 نفر کوچش در آورد. کسی به روی رژیم شلیک نکرد، چون نباید میکرد، چون دوران مبارزه مسلحانه هنوز شروع نشده بود. ما از روز 30 خرداد پایان اون دوران رو که به مقامت ایران سازمان مجاهدین دست به سلاح نبرد و فاز سیاسی اسمش رو گذاشت و تلاش کرد که مبارزه رو در چارچوب استراتژی مبارزه سیاسی پیش ببره، اون دوره رو پایانش میشه 30 خرداد و از فردا 30 خرداد دوران جدیدی شروع شد که اون دوران جدید الزامش مبارزه مسلحانه بود. یعنی بدون مبارزه مسلحانه دیگه کسی نمیتونست بمونه و مؤثر باشه و اینطوری هم شد. در یک کلام فضای سیاسی تا 30 خرداد یه چیزی بود که میشه گفت مثلا اولین اصلاح طلبا تو اون دوره بودن، یعنی کسایی که تلاش میکردن رژیم رو مانع از این بشن که یک پارچه بشه و قدرت رو به دست بگیره، حاکمیت رو کامل به دست بگیره. نیروهای تمامیت خواه چه مقدارا، حزب اللهیا، اینا که اون موقع کمیته ها بهشتی، تمام اینا که میخواستن به زور حاکمیت رو بگیرن ولی حاکمیت رو نگرفته بودن، هنوز یک پارچه حاکمیت دستشون نبود، این نیروها رو سعی میکردن به کمک مبارزه غیر نظامی یعنی مبارزه سیاسی سعی میکردن از صحنه خارج کنن. این فضا بود تا قبل از 30 خرداد. از 30 خرداد به بعد رژیم اومد گفت دیگه اجازه نمیدم، دیگه اجازه نمیدم بیاد نشریه بپوشید، دیگه اجازه نمیدم با من مبارزه سیاسی بکنید. چون هر چقدر که اینا بیشتر مبارزه سیاسی میکردن قوی تر میشدن. مجاهدین در فردای 22 بهمن 200 نفر بودن، تعدادشون کم بود، 30 خرداد شده بودن 500,000 نفر. خب خمینی اینو فهمید، گفت دیگه اجازه نمیدم زیاد بشید، میکشمتون، و شروع کرد به کشتن. از موقعی که تظاهرات 30 خرداد شما میدونید آخرین تظاهرات مسالمت‌آمیزی بود که مجاهدین برگزار کردن و در این تظاهرات مجاهدین همه فقط شعار میدادن و پاسدارا اومدن و روی تظاهرات شلیک کردن، 26 نفر رو درجا کشتن، صدها نفر رو دستگیر کردن، هزاران نفر رو دستگیر کردن به گویشی. بنابراین از فردای اون روز دیگه میگفت دیگه نمیذارم بیاد نشریه بپوشید، یعنی دیگه باید با سلاح باشو برو شدید. این در واقع شروع دوران جدیدیه که ما تا به امروز 40 سال ازش گذشته و هنوز در اون دوران هستیم، در دوران مبارزه مسلحانه. درست. البته قبل از 30 خرداد هم باز به قول شما چماقدار رژیم حمله میکردن به، چون من شنیدم خودم ندیدم، به مثلا میز کتاب های مجاهدین حمله میکردن، کتک میزدن، درسته؟ اساسا این کارو میکنن. ببینی از یه طرف مردم بودن، مجاهدین بودن، مقاومت بودن، نیروهای آزادی خواه بودن، نیروهای به اصطلاح نیروهایی بودن که میخواستن آزادی بیان داشته باشن، میخواستن صحبت کنن، سخنرانی کنن، نشریه چاپ کنن. از یه طرف خمینی بود، چماقدارا و حزب جمهوری اسلامی که بهشتی درست کرده بود، لات و لوتا رو جمع کرده بود، بهشون چماق داده بود و اینا رو سازماندهی کرده بود، میگفت نذارید اینا نشریه بفروشن، نذارید جمع بشن. شما تمام تجمعات قبل از 30 خرداد و فیلماشو نگاه کنید، آقای رجبی وقتی صحبت میکنه مستمر شلیک میکنن، شلیک هوایی، گاز اشکاور میزنن. یه جو مادر رضایی داره صحبت میکنه، همینطور داره اشک از چشماش میاد و سرفه میکنه از بس گاز اشکاور. یعنی که کار اونا اساساً کار زور و چماق و سلاح بود. از همون روز 22 بهمن 1357 شروع کردن به کشتن، به زور گفتن، به چماق زدن. کی؟ خمینی، چماقدارا، حزب الله، یا همین بسیجی‌ها و پاسدارایی که امروز شدن فرماندهان سپاه، اون موقع همینا بودن. همینی هم که می‌بینید فرمانده سپاه شدن به خاطر اون کشتارای همون موقعاشونه. از فردای 22 بهمن شروع کردن به کشتن. ولی نیروهای به اصطلاح نیروهای مثل مجاهدین، نیروهای سازمان چریکهای فدایی و نیروهای مثل جبهه ملی، نیروهایی که با اینا یعنی نیروهای جبهه اپوزیسیون بودن، اینا فقط میخواستن حرف بزنن، نشریه بپوشن و میتینگ بذارن و کاری غیر از این نکردن تا 30 خرداد. این صحنه بود که اون موقع بودش در فضای سیاسی ایران. نمیخوام از موضوع بحثمون خارج بشم آقای حبیبی، ولی اسمی از حزب توده نمیارین شما. حزب توده اون موقع چه نقشی داشته؟ حزب توده خیلی سریع جای خودش رو در کنار آخوندها، در کنار خمینی پیدا کرد. اول پنهان ولی بعد آشکار. از یه موقع دیگه کاملا در راستای، یعنی ببینین از فردای 22 بهمن ما شاهد دو تا خط و دو تا گویش در ایران بودیم. یک طرف یه خطی که آقای رجوی در واقع برای اولین بار این خط رو مطرح کرد، گفت دشمن اصلی مردم ایران ارتجاعه،
ارتجا یعنی نیروهایی که میخوان آزادی ها رو ابین ببرن، یعنی همین پاسدارا، همین که الان پاسدار، همین آدم کشایی که الان در ایران هستن، اون موقع هنوز پاس بسیجی بودن، هنوز تازه از توی به اصطلاح محله های پایین شهر این ور اونور جمعشون کرده بودن، لات و لوتای معمولی بودن، هنوز اینجوری نشده بودن. اینا در واقع نیروهایی بودن که آزادی کش بودن. آقای رجبی اومد گفت دشمن اصلی امروز انقلاب اینایی هن که میخوان آزادی رو بکشن. خمینی اومد گفت دشمن اصلی انقلاب امپریالیست آمریکاست. از همون اول سر این دوتا شعار یارگیری شد. یه عده رفتن پیش خمینی، بالاتر از همه همین توده یا بودن. توده یا از همون اول رفتن پیش خمینی و پیش آخوندا، رفتن کنار اونا کمکشون کردن. از اونجایی که مبارزه هم کرده بودن، تجربه کار مبارزاتی داشتن، تجربه تشکیلاتی داشتن، بسیار کمک کردن به خمینی برای اینکه بتونه نیروهاش رو بسیج کنه و آزادی کشی رو سازماندهی کردن. توده یا اولین تشکیلاتی هستن بعد از انقلاب که در امر کشتن آزادی ها به طور سازمان یافته وارد شدن، هدایت کردن آزادی کشی رو در ایران از همون هفته های اول بعد از انقلاب. نمیدونم شما روز 30 خرداد 60 ایران بودید یا نه، این فضای اون روز رو نمیدونم اگه اونجا بودین یا نه بستگی داره، چه جوری بود، چطور میتونیم برام توضیح بدید؟ من اون موقع در دانشجو بودم، در مارسی دانشگاه بودم، میرفتم و وقتی که به هم ریخت ایران اومدم پاریس که بلنشم برم ایران. و من یادمه که روز هفتم تیر، یعنی روزی که چند روز بعد میشه بعد از 30 خرداد تیر، 7 روز بعد از 30 خرداد رسیدم به تهران، 8 تیر، 8 یا 9 تیر من رسیدم تهران، یعنی برگشتم به تهران. و البته وقتی که من اومدم خب رفتم اصفهان، میفهمیدی معلوم بود همه جا ملتهب بود، کوچه ها همه، من دوستای من همه پنهان بودن، نمیتونستم ببینمش، دوستایی که قبل از انقلاب دیده بودن، چون من دو ماه بعد از انقلاب از ایران اومدم بیرون برای تحصیلات. مهم انقلاب کرده بودیم، من خیلی فعال بودم در انقلاب، از سن 16 سالگی من خیلی فعال بودم در علیه شاه و اینا. بعد انقلاب که تموم شد، ما اون موقع جوانای ما فکر کردیم باید بیایم اروپا درس بخونیم، علم و صنعت و اینا یاد بگیریم، بریم ایران رو آباد کنیم. من با این دید اومدم فرانسه، ولی 7-8 روز بعد از 30 خرداد برگشتم و وقتی که رفتم اون فضای اختناق و اون بساطی که دیدم دیگه، بعدش هم چای رجبی اومد بیرون، من دیگه اومدم بیرون از ایران، فکر کنم یه 2 ماه بعد اومدم بیرون، که البته فرودگاه نزدیک بود که نتونم بیام، ولی به سختی از ایران برگشتم. ولی دیدم اون روزها رو، دیدم با چشم خودم، دیدم که همه در وحشت و دستگیری ها خبراشو میشنیدم، دوستام همه دستگیر شده بودن و اختناق قشنگ مشهود بود جامعه، همه میدیدن، خفقان همه جا پیدا بود. آیا این تظاهرات آقای حبیبی خودجوش بود یا سازماندهی شده بود؟ تظاهرات 30 خرداد چجوری برگزار شد اصلا؟ بله، تظاهرات 30 خرداد واقعا یک شاهکار، اگه بخوام این کلمه رو به کار ببرم که دوست ندارم، ولی یک کار فوق‌العاده زیبایی بود، یک اکت سیاسی خیلی مینیاتوری بود که خیلی خوب سازماندهی شد. من ساعت‌ها با کسایی که این تظاهرات رو برگزار کردن صحبت کردم. ببینین این کاملا سازماندهی شده بوده، ولی در اون فضا به قدری زیبا این سازماندهی شد که خمینی و آخوندا و به اصطلاح نیروهای کمیته چی و آچماقدارا متوجه نشدن. وقتی متوجه شدن که دیگه دیر شد. در یک سازماندهی بسیار ظریفی تمام این هسته های به اصطلاح میلیشیا اینا از شب قبل، یعنی ببینید سازماندهی تظاهرات طوری بودی که از چند روز قبل نمیگن که لو بره، از شب قبل بهشون میگن که نمیگنم تظاهرات، بهشون میگن که فردا در این خیابون در این محل شما اونجا باشید با تیمتون. اون موقع خب این تیمای میلیشا سازماندهی شده بودن، تو شهرستان هم همینطور به تیما میگن شما برید فردا خودتون رو برسید به فلان خیابون. تقسیم بندی کرده بودن تمام اون مسیر تظاهرات رو که من دقیقا الان اسمش یادم نیست، ولی خیابون انقلاب که اصلی ترین نشه و تمام خیابونایی که منتهی میشده به این خیابون روحانا رو تقسیم بندی کرده بودن. نیروهای میلیشیا میمدن توی این خیابونا، هر کدوم یه گوشه منتظر بودن، هیچ کس با هیچ کس حرف نمیزده، همه میدیدن که یه خبریه، یه چیزی میخواد بشه، ولی بسیار ناپیدا، نامحسوس. جلوی مغازه‌ها میشستن، جلوی تو فروشگاه این ور اونور، همه آماده بودن. تا حدود بعد مثلا به خیلی از میلیشیا و نیروها اینا گفته بودن شب دیگه نرید خونتون، شبا بیاد همشون رو مثلا 3-4 تا همه جا یه جا خونه یه نفر بودن، به این ترتیب آماده باش کامل بودن، بدون هیچ سلاحی، بدون هیچ چیزی
فقط هم قرار بوده که حضور سیاسی گسترده و عظیمی از خودشون نشون بدن. و رأس ساعت 3:30-4 یعنی هر تیمی به صورت این تظاهرات در واقع به میگن از طریق دهان به گوش منتقل میشه و سازماندهی میشه، چون ارتباطات دیگه به اون صورت نبوده. اولین حاصل تشکیلات مجاهدین رو ما تو این تظاهرات میبینیم، تشکیلات میلیشیایی مجاهدین اولین دستاوردش رو ما تو این تظاهرات میبینیم، دستاورد عظیمش رو، دستاورد به صلاح کلانش رو در این تظاهرات نشون میده. تشکیلات اونجا برای اولین بار خودش رو به ظهور میرسونه، تشکیلاتی که از قبل شروع شده بود، جنبش مجاهدین تو مدارس، عرضم شما که جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، تمام این تشکیلات اونجا ثمره خودش رو میده. یه دفعه ظرف 10 دقیقه یه دفعه میبینن که این خیابونا پر شد از موج آدم، پر، یعنی همه کسایی که تو صحنه بودن همه وقتی تعریف میکنن با تعجب میگن، میگن تا مثلا 5 دقیقه بعدش هیچ خبری نبود، یه دفعه خیابون موج آدم شد و از همه جا در و دیوار آدم میمد، همه میمدن و خیابون یه دفعه نیروهای رژیم بلا فاصله غافلگیر شدن. این هادی غفاری یه رو 20 دقیقه طول میکشه تا خودش با اون اکیپ آدم کشش میرسونه به اون اولین جایی که میدونین که اولین تیراندازی ها رو همین اکیپ هادی غفاری میکنه روی تظاهرات، یه سلاح کلت کمری دستش بوده و شروع میکنه به شلیک کردن روی تظاهرات کننده ها و این باعث میشه که کمیته چیا و بقیه جری بشن و شلیک بکنن، چون شلیک کردن روی تظاهرات اصلا مرسوم نبود. 3 سال بود انقلاب شده بود، همه تظاهرات میکردن، تظاهرات کردن یه چیز زیبایی بود، یه چیز مشروعی بود، مردم تظاهرات میکردن علیه شاه، اصلا کسی جرئت نمیکرد رو تظاهر کننده شلیک کنه، هرچی شلیک میکرد مثل سربازای شاه به حساب میبرد. هادی غفاری شلیک کرد و تو اون شلیک های اول 25 و بعد جمعیت دیگه پاشیده میشه از هم، همه به این طرف اون طرف رفتن و همینطور هر کی به هر جا میره. بعد شروع میکنن دستگیر کردن به صورت گسترده، دستگیر میکنن و از اونایی هم که فرار میکنن میرن تو خونه هاشون دیگه، تو روزهای بعد و تو هفته های بعد همه شروع میکنن به دستگیر شدن به این صورت بوده. متاسفم که هادی غفاری هم نام من هست، ولی به هر حال من هیچ وابستگی به این فرد آدم کش ندارم. انشالله خودتون در دادگاه شرکت خواهید کرد و ازش اعلام براءت میکنید. از این اسم شما رو دوست دیدم. حتما این کار خواهم کرد اگه زنده موندم. آقای حبیبی چند اخیراً سیمای آزادی گزارشی از داخل کشور پخش کرد که فکر میکنم یکی از این کانونهای شورشی بود، نمیدونم، یک خانمی بود گزارشی داشت میداد از روز از تظاهرات 3 خرداد. خیلی جالب بود، رفته بود تو همون خیابانی که جمع شده بودن، فیلم برداری کرده بود و بعد صدا گذاری روش شده بود. خیلی جالب، این مو به مو، یعنی تشریح میکرد که چجوری جمع شدن اونجا و چه ساعتی جمع شدن، چیکار کرده. خیلی چیز جالبی بود. خیلی جالب بود، خیلی برای منم خیلی جالب بود. یه دفعه همه چیز برام نو شد در واقع. و چقدر خوب گزارش کرد اون خانم، واقعا کارشو حرفه‌ای انجام داد. بله، دستش درد نکنه. بله واقعا واقعا پیشنهاد میکنم دوستان برن به سایت سیمای آزادی، اونجا حتما هست و ببینن این قطعه رو. آقای حبیبی، در جریان انقلاب ضد سلطنتی مردم، خب میدونیم که همه نیروهای دموکرات و حتی روحانیت شرکت داشتن و برای سرنگونی رژیم شاه تلاش میکردن. البته خب این روحانیت رو میتونیم دستبندی هم بکنیم، ولی من به طور کل دارم میگم. اما بعد از انقلاب نیروهای دموکرات در واقع در مقابل روحانیتی قرار گرفتن که رهبریش رو خمینی به عهده داشت. سوالم این است که ضدیت و دشمنی خمینی به طور مشخص با مجاهدین به چه دلیلی بود و از کجا شروع شد؟ آیا خمینی در واقع اقدامی کرد برای اینکه مجاهدین رو با خودش همراه بکنه یا نه؟ من فقط ازتون اجازه میخوام یه نکته خیلی کلیدی رو راجع به 3 خرداد نگفتم، اینو من بگم بعد حتما به این سوالتونم پاسخ میدم سریع. ببینید 3 خرداد فقط یه تاریخ نیست، فقط یک، ببینید وقتی شما به یه تاریخ نگاه میکنید میتونی یه نگاهی داشته باشین انگار یه واقعی در تاریخ اتفاق افتاده در این روز، مثلا پایان جنگ جهانی اول. مثلا کلمه 3 خرداد امروز که من و شما داریم با هم حرف میزنیم، 50 سال دیگر رو نمیگم، امروز که من و شما داریم با هم حرف میزنیم، کلمه 3 خرداد یک بار مشخصی داره. 3 خرداد آغاز یک دورانی، همونطور که گفتم که در این دوران یک استراتژی، در واقع یک راه، اگه بخوام ساده حرف بزنم، یک راه پیش پای مردم گذاشته میشه. آقای رجبی میگه آقای مردم ایران، اگه میخواهید از شر آخوندها خلاص شید،
آخوند باید به زور کشید پایین، یعنی تنها راهش مبارزه مسلحانه است. در یک کلام اینه. این روز آغاز این تولد این پدیده جدید اجتماعی، یعنی یه بچه که متولد میشه، این یک پدیده اجتماعی، یک متولد شده. ما امروز هنوز با این پدیده داریم زندگی میکنیم. این پدیده یک دورانی داشته، یک مثل یه بچه که بزرگ میشه یک تحولاتی داشته توی خودش، که همزمان ما این رو باهاش میبینیم که هی مثلا میبینیم 30 خرداد میشه روز شهدا و زندانیان سیاسی چند سال بعد. چرا؟ چون 30 خرداد سال 60 که کسی تصور نمیکرد ما اینقدر شهید و زندانی سیاسی داشته باشیم. فکر کنم سال 63 آقای مسعود رجبی اولین عنوان 30 خرداد، یعنی 30 خرداد یک روز مشخص نیست، یک پدیده است با چند مرحله تکاملی، مثل بچه، نوزاد، نوجوان. تو نقطه اول فقط بوده روز آغاز مبارزه مسلحانه، یعنی سازمان مجاهدین به مردم ایران گفته آهای مردم ایران اگه میخواید از چرین رژیم خلاص شید باید باش بجنگ. این روز اول بوده. 3 سال بعد اومده گفته آقا این روز روز بزرگداشت شهدا و زندانیان سیاسیه، چون خیلی آدم کشته شد، خیلی آدم اسیر شد. بعد میایم جلوتر سال 66 میاد میگه آقا ما ارتش آزادی بخش ملی رو بر اساس این استراتژی درست کردیم، یعنی در آغاز مبارزه مسلحانه سال 60. سال 66 ارتش آزادی بخش به عنوان یک پدیده جدید متولد میشه، یک نوزادی که تبلور همون خط مبارزه مسلحانه است. داره میگه اون یه حرف نبود، متحول شد، شد ارتش آزادی بخش. و ما همینطور که میان جلوتر میبینیم که حرفی رو که 40 سال پیش آقای رجبی زد، که یه حرفی بود که سازمان پیشتاز انقلابی میزد، الزاماً نیروی اجتماعی یعنی مردم، نیروی خلق الله کوچه و خیابون، یک حرف رو همون موقع که نیروی پیشتاز میزنه متوجهش نمیشن. از نظر من قیام آبان، قیام آبان 99 مرحله دیگری از همین حرفه، از تبلور همین، از به اصطلاح بلوغ این حرف. در قیام آبان 99 مردم ایران فهمیدن که آقای رجبی راست میگفته. از کجا؟ از اینکه مردم ایران پذیرفتن، اومدن تو خیابون، کانونای شورش اومدن و با رژیم قهرامیز مقابله کردن. همه آبان 98 منظورتون است؟ 98 معذرت میخوام، 98 بله. مردم با رژیم قهرامیز مقابله کردن، بانک ها رو آتیش زدن، مراکز سپاه و بسیج رو آتیش زدن. عزم شما که تمام چیزایی که نشان از رژیم و قدرت رژیم و پاسدارا و سپاه پاسدارا و حوزه های جهلیه داشت و مردم آتیش زدن، با قهر برخورد کردن. این یک حقیقتی رو در خودش داره. اینه که حرفی رو که آقای رجبی به عنوان رهبر انقلاب، رهبر این مقاومت در 30 خرداد 60 زد، این حرف بزرگ شد، رشد کرد، نبوغ کرد و بالغ شد و در آبان 98 به گوش مردم ایران رسید. ما امروز شاهد مردمی هستیم که طعم مبارزه قهرامیز با این رژیم رو چشیدن. ببینید در سال 88، یعنی 10 سال قبل، این حرف هنوز بالغ نشده بود. اگر شما توجه بفرمایید در اون سال مردم میگفتن رأی ما کو، یعنی هنوز مبارزه سیاسی میکردن، یعنی هنوز تو قبل از 30 خرداد 60 بودن، یعنی کلیت جامعه ایران هنوز تو قبل از سال 60 بود. مردم ایران کی به سال 60 رسیدن؟ 40 سال بعد، 38 سال بعد به سال 60 رسیدن. حرفی رو که پیشتاز در 30 خرداد 60 زد، 38 سال بعد حرفی شد که حقانیت خودش رو در کف خیابون نشون داد. اون مسئله ضرورتی که من به شما گفتم اینجا باز دوباره یک ضریب میخوره. اون ضرورت پاسخ تاریخی خودش رو از مردم ایران در غیاب آبان 1388 گرفت و این مسئله خیلی مهمیه. این فقط یک روزی نیست برای مجاهدین، این یک راه حلیه برای خلاصی از دست مردم ایران. در یک کلام 30 خرداد 60 تنها پیامش یعنی اینکه آقا راه خلاصی از دست آخوندها همین حرفی که آقای رجبی در 30 خرداد 60 زد. این حرف، این راه حل، چه امروز، چه 10 سال دیگه، چه 100 سال دیگه، همچنان راه حلی غیر از این نخواهد بود. یعنی این دورانی که من به شما گفتم، 30 خرداد 60 روز شروعشه، تولد پیدا کرد، روز پایانش روزی خواهد بود که این رژیم سقوط میکنه. حالا این رژیم 10 سال دیگه باشه یا 200 سال دیگه باشه، غیر از این راهی نخواهد داشت. این به اصطلاح نکته بود که در تو با 30 خرداد برای فهم ماهیت 30 خرداد خیلی مهم بود. در آنچه که به ضدیت خمینی با مجاهدین برمیگرده، به نظر من، البته
وقایعی اتفاق افتاده، مجاهدین رفتن دیدن خمینی توی نجف و همونجا خمینی گفته که اینا از من قرآن بیشتر میخونن، ما با اینا کاری نداریم. یعنی یک فاکتای مشخصی از این حرف هست. ولی به نظر من ضدیت خمینی با مجاهدین خیلی به قبل تر از خمینی و خیلی به قبل تر از مجاهدین برمیگرده. ما دو تا جناح و دو تا جبهه رو داریم که در مقابل هم به لحاظ تاریخی صف کشیده بودن و همطور مرحله به مرحله که جلو اومدن این صف بندیشون رو هی بیشتر خودشون رو نشون دادن. ما تو جریان مصدق کاشانی رو داریم. بگذاریم، به طور مشخص ضدیت خمینی، ضدیت آشکار شخص خمینی با سازمان مجاهدینی که امروز ازش داریم صحبت میکنیم از نجف شروع شد. اون موقع مجاهدین بسیار محبوب بودن تو زندانا. من با شما موافق نیستم که آخوندها با شاه مبارزه میکردن. آخوندها با شاه مبارزه نمیکردن چون دستگاهی که آخوندها داشتن، تشکیلات آخوندها، همین مسجد و همین بساطی بود که الانم دارن. تنها تشکیلاتی هم که تو ایران بوده از 300 سال پیش تا الان همین تشکیلات آخونداست. این تشکیلات هرگز فعالیت جدی سیاسی برای به زمین زدن حکومت رضا شاه پهلوی یا محمد رضا شاه پهلوی نکرد. به چه مثال؟ مثلا کاری که مصدق کرد، یعنی سازماندهی توده ها بر علیه محمد رضا شاه پهلوی. منظور که همچین اقدامی رو ما از جانب آخوندها تاریخا نمیبینیم. در مقاطعی اینا وارد فضای سیاسی شدن با شعارهای عقب افتاده متحجرانه. خمینی در 15 خرداد 1342 به خاطر اینکه شاه حق رأی به زنا داده بود، به اصطلاح اومد تو جلوی شاه واسط. قبلش اصلا اسنادش هست که به شاه خیلی هم سناگویه و دعاگوی شاه بود، اسناد ثبت شدهش هست. پس اینا مخالفت هایی میکردن با شاه، اونم کجا؟ اونجا که شاه با اینا در رقابت بود. یه نکته ای من میخواستم به شما بگم، شاه خودش یه پارچه خمینی و ولی فقیه بود، یعنی فهمیده بود قدرت مذهب رو در ایران و نقشی که مذهب در جامعه ایران داره رو فهمیده بود. اومده بود به اینا میگفت زرنگ بازی میخواست در بیاری، میخواست بگه که لازم نیست شما آخوندا بیایید مذهبی بشید، من خودم از شما مذهبی ترم. اومد گفت آقا امام زمان اومده به خواب من نظر کرده امام زمانم. یه بار که یه گوله اومدن زدن بهش، نمیدونم همین فدایان اسلام، همین مرتجعین دنبال شاه خمینی بودن، اومدن یه گوله زدن. حالا معلوم نیست اصلا چرا حالا بهش زدن این گوله، چرا فقط خود تو اونم خیلی شک هستش. اومد گفت آقا امام زمان منو نجات بده. هر چند وقت یه بار بلند شد میرفت مشهد، بلند شد میرفت مکه، هی با اوریانا فالاچی مصاحبه کرده، یه حرفایی میزنه که آخوندا بلد نبودن بزنن. یعنی یه جورایی رقیب اینا بود. خمینی اون جاهایی که این گاف میداد، چون شاه فکر میکرد که آخوند بازی با همین ادای امام زمان در آوردن و مشهد رفتن و ایناست. نمیفهمید این یک دستگاهی ارتجاع، این نمیتونه تو اردوی ارتجاع بری جای صندلی آخوندا تکیه بزنه. میمد حق رأی به زنان میداد. خب آخوندا میمدن تو این جاها میریختن وسط، میگفتن ببین خودتی، ما حتی زرنگترین زنا تو اسلام نباید بیان رأی بدن. اختلافاتش این بود، هیچ چیزی بیشتر از این نبود، وگرنه مکمل هم دیگه بودن. در طول تاریخ روحانیت و شاه، نه در ایران، در تاریخ بشر روحانیت و شاه‌ها و سلطنت همیشه مکمل هم بودن. توی اروپا یه زمانی روحانیون شاه می‌شدن اصلا، یه دوره‌ای، حالا من نمی‌خوام وارد چیز بشم. پس این گذشتش. خمینی هرگز نمیتونست اقدامی برای همراه کردن مجاهدین با خودش بکنه، چون مجاهدین انکار خمینی بودن، نه اینکه مخالفش بودن. سازمان مجاهدین انکار خمینی بود، انکار ارتجاع بود. این رو با وامی که من از احمد شاملو شاعر بزرگ میهنمون میگیرم که میگه من انکار تو هم. مجاهدین انکار خمینی بودن و طبیعتاً هیچ نوع همراهی باشون نمیتونست امکان پذیر باشه. این یه جمله تاریخی داره، یه جمله ماندگار داره، نه تاریخی، خمینی که گفتش که اگر من 1 در 1000 احتمال میدادم که اینا بیان زیر پرچم من، یعنی بیان حرف منو گوش بدن، من خودم بلند شدم میرفتم دیدنشون. این حرف از خمینی هست و منتشر شده و خودشون حتما خودشون هم شنیدید. یعنی هر دوشون میدونستن که دو قطب متضادن و این تا به امروز هم ادامه داره، تا به آخر هم ادامه خواهد داشت. دو دیدگاهن، دو ایدئولوژی و دو دیدگاهن ضد هم، خصم هم، انکار هم، تز و آنتی تز. از آن روزی که فریادم شکفت از ریشه درد، نترسیدم دگر از نعره های دیو
شب درد ندا با جوی خونه جاری از لبها ندا کرد جهان را با قیام سرخ طوفان هم صدا کرد در روان شکست جادوی دیو و تلسم فصل سرما خروشانیم اینک بیش و بی پروا تر از پیش بمیره دین فروش ایران فروش بی سر و پا در رگانم در رگانم این خواب آتشم من در سرود من مرگ ظالمان سخت و بی امان در تنین هر شور شعله بر اشرف این زمان می شود عیان ما ستاره ایم پر شراره ایم این شبانه را